تا حالا به این موضوع فکر کردین که منظور اون از دانش، معرفت یا آگاهی دقیقا چیه؟ یا اینکه ما چطور میتونیم مطمئن بشیم چیزهایی که در مورد خودمون، دیگران و دنیای اطرافمون میدونیم درسته یا اینکه قابل اعتماد و قابل استناده؟ یا حتی اگه یه قدم عقبتر بریم، اصلا ما چطور متوجه میشیم که یه چیزی رو میدونیم؟ اینا سوالاتیه که شاخه ای از فلسفه به اسم معرفت شناسی یا اپیستمولوژی سعی میکنه که بهش جواب بده. پس اگر دوست دارین با این مفهوم بنیادین فلسفه و این شاخه بسیار مهمش آشنا بشین تو این ویدیو با من آرش رحمانی همراه باشین همونطور که بهتون گفتم اپیستمولوژی یا معرفت شناسی شاخه ای از فلسفه است که در مورد ذات و چیستی دانش و اینکه ما چطور به آگاهی راجع به خودمون دیگران و دنیای اطراف میرسیم میپردازه و من توی این ویدیو میخوام با مثالهای عینی براتون توضیح بدم که این شاخه از فلسفه چطور به ما کمک میکنه به خداگاهی برسیم و دنیای اطرافمون رو بهتر بشناسیم یکی از اولین سوالاتی که معرفت شناسان مطرح میکنن اینه که اصلا دانش و آگاهی و معرفت یعنی چی و منظورمون کلمه که توی انگلیسی بهش میگیم نالج یعنی اونا میپرسن که اصلا نالج به چه معنیه و بعد در مرحله بعدی به این سوال پاسخ میدن که ما چطوری به این نالج دست پیدا میکنیم و چطور میتونیم اطمینان حاصل کنیم اونچه که یافتیم حقیقت داره و قابل اعتماده بقیده ای معرفت شناسان دانش چیزی فراتر از اطلاعات خام یا یک سری داده و فکته دانش باید شامل عقایدی بشه که اثبات شدند و یا توجیه شدند و در نتیجه قابل اعتماد و درست هستند به عنوان مثال بیایم این مثال رو در نظر بگیریم که شما از پنجره بیرون را نگاه میکنین و متوجه میشین که داره از آسمون بارون میاد در این حالت شما امکان داری یک عقیده ای رو برای خودتون داشته باشین که داره بارون میباره دیگه اما به خاطر اینکه این عقیده رو ما تبدیل کنیم به دانش یا نالج این عقیده شما باید راستی آزمایی بشه و در نتیجه اثبات بشه توی این کیس به خصوص ما چطور میتونیم این عقیده شما رو تبدیل به دانش یا نالج کنیم خب راه اولش از طریق و مشاهده عینیه یعنی شما به صورت مستقیم اون قطره بارون رو که از آسمون دارن میچکن میبینید راه دیگه ای که امکان داره بهش برسین اینه که برین و از طریق حس های مختلفشتون تجربهش کنین به عنوان مثال میتونین برین بیرون تا از طریق حس لامسه اون قطره های بارانی که میچکن و شما لمسش میکنین باعث بشه که شما این عقیدتون رو تبدیل به نالج کنین پس شما توی این موقعیت به خصوص از طریق مشاهده اینی و همچنین اطلاعاتی که از طریق حسای پنجگانتون دریافت کردین میتونین دانش این رو پیدا کنین که در این لحظه باران در حال باریدنه اما همونطور که میدونیم همه پدیده های دنیا اینطوری قابل مشاهده نیستن و اینجاست که یکم مشکل پیش میاد و قضایی یکم پیچیده تر میشه توی مواردی که ما نمیتونیم خیلی مستقیم مشاهده کنیم یک پدیده رو چطور میتونیم اثباتش کنیم یا توجیهش کنیم در چنین حالتهایی ما میتونیم به شواهد کافی و همچنین اطلاعاتی که از منابع معتبر شنیدیم اکتفا کنیم به عنوان مثال شما تا حالا از کشور خارج نشدین و من بهتون میگم ببین پایتخت کشور فرانسه یه شهری به اسم پاریس قاعدتا چون تو تا حالا خارج نشدی و مثلا پاسپورت هم نداری نمیتونی از طریق مشاهده به همچین چیزی پی ببری در نتیجه میای بر اساس شواهد موجود و همچنین منابع معتبر این علم رو پیدا میکنی که پایتخت فرانسه پاریسه چطوری این کارو میکنی مثلا میتونی بری توی اینترنت بگردی و سایت های معتبر رو ببینی که راجبه کشور فرانسه چه اطلاعات جغرافیایی مثلا بهت میدن یا اینکه میتونی از کسایی که بهشون اعتماد داری بپرسی به عنوان مثال میتونی بری از معلم جغرافیات بپرسی تا اینکه مطمئن بشی که این چیزی که من بهت گفتم یک دانشه یک نالجه این منابع مختلفی که بهت گفتم شواهد موجود برای اثبات این پدیده غیر قابل مشاهده برای تو رو فراهم میکنه و در نتیجه تو میتونی اطمینان حاصل کنی که الان یک نالج جدیدی به کشور فرانسه داری تا اینجا اومدیم باید حتما یه نکته مهم رو بهت بگم اونم اینه که تمامی بلیف ها یا عقاید به یک اندازه قابل توجیه و قابل اثبات نیستن در نتیجه ما میتونیم یک سری عقایدی داشته باشیم که چون بر اساس بایس ها و اون تعصبات شخصی ما شکل گرفتن نمیشه از اون طریق عادی تبدیلشون کرد به نالج یا دانش قبل از اینکه بریم سراغ بخش بعدی و بگیم که تاثیر شکگرایی یا اسکپتیسیزم توی اپیستمولوژی چیه میخوام الان بهت بگم که من قبلا یه ویدیو منتشر کردم که توش چهار تا مفهوم بنیادین فلسفه از جمله سوژه، ابژه، امر سابجکتیو و امر ابجکتیو رو توضیح دادم. در که اون چهار تا مفهوم خیلی میتونه بهت کمک کنه چون این چیزی که من الان گفتم این که من میتونم یه سری عقایدی داشته باشم که قابل تبدیل شدن به نالج نیستن چون بر اساس تعصبات شخصی من هستن دقیقا تعریف یک عقیده سابجکتیو یا عقیده درونی و ذهنیه پس اگر اون ویدیو رو ندیدی حتما برو روش کلیک کن لینکش رو میذارم این بالا برات اون ویدیو رو ببین چون به درک معرفت شناسی خیلی کمک میکنه پس همونطور که بهتون گفتم یک سری از عقاید هستن که چون تحت تاثیر احساسات و تعصبات ما هستن قاعدتا نمیتونن تبدیل به نالج بشن و اینجاست که توی علم معرفت شناسی ما با مفهومی مواجه میشیم به اسم شکگرایی یا اسکپتیسیزم که به ما کمک میکنه هر چیزی که بهمون گفته میشه رو با دید شک نگاه کنیم و سعی کنیم خودمون یک جستجو و تحقیقی در موردش انجام بدیم تا اینکه مطمئن بشیم آیا واقعا یک نالج یا نه یک عقیده سوبژکتیو که نمیتونه تبدیل به دانش بشه پس سکپتیسیزم یا شکگرایی یکی از اون ویژگی های بسیار مهمه که هر فردی باید داشته باشه چون بهت کمک میکنه که هر ایده رو خیلی راحت قبول نکنی و سعی کنی با یک نگاه انتقادی سعی در توجیه و یا اثباتش برای خودت و دیگران داشته باشی تا خدایی نکرده خودت و یا دیگران گمراه نشین بیاین یک مثال رو با همدیگه بررسی کنیم فرض کنین که شما یک مقاله خوندین آنلاین که گفته خوردن فلان میوه میتونه همه بیماری ها رو درمان کنه قاعدتا اگر شکگرایی در وجود شما نهادین نشده باشه اینجا شما راحت همچین چیزی رو قبول میکنین و دیگه میگیم من این میوه رو میخورم و به دکتر مراجعه نمیکنم اما اگر ذهن شکگرایی داشته باشین به راحتی قبولش نمیکنین مثلا میرین با دکترهای مختلف مشاوره میکنین مثلا میرین از متخصصین تغذیه میپرسین و سعی میکنین با جمع کردن شواهد به این نتیجه برسین که آیا همچین ادعایی درست بوده یا نه پس اپیستمولوژی به ما یاد میده که باید این اپروچ یا این روی کرده شکگرایانه رو در مورد هر گزاره و هر عقیده‌ای داشته باشیم و به راحتی همه چی رو قبول نکنیم همیشه باید به دنبال شواهد بیشتر باشیم به دنبال منابع موثق باشیم و سعی کنیم با پرسشگری اطمینان حاصل کنیم که اون چیزی که به ما گفته شده یک دانش یک نالج توجیه و اثبات شده است اپیستمولوژی یا معرفت شناسی همچنین تلاش میکنه تا راه های مختلفی که از طریق اون ما میتونیم به دانش و آگاهی و معرفت نسبت به خودمون دیگران و دنیای اطرافمون دست پیدا کنیم رو برای ما مشخص کنه و میگه راه های مختلفی وجود داره به عنوان مثال یکی از زیر های اپیستمولوژی میشه امپریسیزم یا تجربه گرایی ها ادعا میکنند که علم ما و آگاهی و دانش ما نسبت به دنیای خارج از طریق اطلاعاتی که حسای پنجگانه ما در اختیارمون قرار میدن مثل همون مثال بارونی که براتون زدم شما هم میتونین بوی باران رو استشمام کنین هم میتونین لمسش کنین و هم میتونین ببینین و از این طریق میتونید به یک دانش نسبت به دنیای اطرافتون دست پیدا کنید یکی دیگه از زیر شاخهای های اپیستمولوژی راسیونالیسم خردگرایی یا همون رشنالیزم انگلیسی است که به ما میگه اصلی ترین راه دستیابی به علم و دانش و آگاهی نسبت به دنیای اطرافمون حتی خودمون و دیگران اینه که از عقل و منطق و استدلال استفاده کنیم اما روش دیگه ای هم که ما میتونیم به آگاهی دست پیدا کنیم اینه که بر اساس تستیمونی یا شهادت دیگران این دانش رو نسبت به خودمون دیگران و دنیای اطراف پیدا کنیم یعنی منابع موثقی که بهشون اعتماد داریم وقتی یه چیزی رو به ما میگن یک شهادتی میدن راجع به یه چیزی ما میتونیم که حرف اونا رو سند بگیریم و باور داشته باشیم که چیزی که به ما گفتند قابل توجیه و قابل اثبات حتی اگه خودمون تلاش کنیم اثباتش کنیم و در نتیجه به عنوان یک دانش ازشون استفاده کنیم اما توی این بخش سوم مفهومی که اپیستمولوژی میگه که ضروریه که هر شخصی باید داشته باشه ریلایبلیزم این که ما به این مقوله فکر کنیم که چقدرون منابع موثق و تستیمونی و شهادتشون قابل استناده و قابل اعتماد هستند نکته مهمی که اپیستمولوژی به ما یاد میده اینه که دانش و آگاهی هیچ وقتی صد درصدی و مطلق نیست در نتیجه ما همیشه باید این آگاهی و آمادگی رو داشته باشیم که امکان داره عقایدی که خیلی سفت و سخت هم همیشه ازشون حمایت کردیم یه روزی خدشهی بهشون وارد بشه و رد بشن و در نتیجه همیشه انسان باید اون تعصبات خودشون رو کنار بذارن و آمادگی این رو داشته باشن که عقایدشون رو مورد بازبینی قرار بدن چون با گذشت زمان امکان داره که رد بشه عقایدشون این مفهوم بنیادین رو توی فلسفه اپیستمولوژی بهش میگیم فالیبلیزم یعنی توجه داشتن به این مقوله که امکان داره عقاید ما یه روزی شواهدی بر علیهشون مطرح بشه امکان داره یه نفر بیاد یه استدلال قویتری بکنه و در نتیجه ما باید آمادگی این رو داشته باشیم که عقایدمون رو تغییر بدیم و هیچ وقتی نباید با اون حالت دگماتیک که متعصبین دارن روی عقایدمون پافشاری کنیم و هیچ وقتی حاضر نباشیم تغییرشون بدیم اگه بخوام براتون مطالب امروز رو خلاصه کنم میتونیم بگیم که اپیستمولوژی در مورد درک ما از دنیای اطرافمونه و اینکه اصلا چطوری ما به این درک و دانش و آگاهی میرسیم همچنین اپیستمولوژی به این موضوع میپردازه که راه های مختلف شناخت دنیا خودمون و دیگران چطوریه و همچنین به ما یاد میده که همیشه آگاهی این رو داشته باشیم که عقایدمون رو مورد بازبینی قرار بدیم اپیستمولوژی تلاش میکنه که پرده رو کنار بزنه و به ما بگه که پشت صحنه دستیابی ما به علم و دانش و آگاهی چه اتفاقاتی میافته که ما به این باورهای خودمون میرسیم و در نهایت به این موضوع میپردازه که ما نباید هر چیزی رو خیلی راحت قبول کنیم و باید همیشه از طریق تکنیک هایی که بهمون یاد داده اون ستایی که براتون نام بردم هر مفهومی که به ما ارائه میشه رو سعی کنیم توجیه و اثبات کنیم و سپس به عنوان یک دانش و آگاهی بهش اعتقاد داشته باشیم توی ویدیوی امروز که در واقع ادامه همون راهی بود که چند هفته از شروع کردیم و داریم مفاهیم بنیادین فلسفه رو یاد میگیریم سعی کردم که اپیستمولوژی یکی از بنیادی ترین شاخه فلسفه رو براتون توضیح بدم البته این رو هم بگم که این پایان ماجرا نیست قاعدتا کسی که به اپیستمولوژی علاقه داره باید در مرحله بعدی بره سراغ فیلسوفهایی که توی این شاخه مطلب نوشتن و ایده پردازی کردن معروف هاشون هم قاعدتا رنه دکارت و جان لاک و دیوید هیوم و ایمانوئل کانت هستن که تو این حوزه بسیار کتاب نوشتن و هر کدوم از این کتاب ها میتونن که شما رو به یک مسیر جدیدی توی معرفت شناسی ببرن که حتما توی ویدیوهای آینده بهشون خواهیم پرداخت چون توی برنامه دارم که حتما یه ویدیو برای این فیلسوفان به صورت مجزا تهیه کنم یه ویدیو در مورد رنه دکارت یه ویدیو در مورد کانت و باقی فیلسوفایی که براتون نام بردم امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین اگه براتون مفید بود حتما لایکش کنین که یوتیوب اون رو به افراد بیشتری نشون بده و اگر هم تازه به کانال آشنا شدین که خیلی خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب کنین پس تا ویدیوی بعدی که احتمالا اختصاص داره به یک مفهوم بنیادی دیگه فلسفه شاید هستی شناسی موازه به خودتون باشین و خدا نگهدار